بردهداری مدرن با عنوان یک اصطلاح انواع مختلف بردگی را در بر می‌گیرد. تقریباً 50 میلیون فرد در سراسر جهان در دام بردگی افتادند. این یک مشکل است که بالای تمام کشورهای دنیا تأثیر می‌گذارد، با شمول افغانستان. انواع بردگی که بالای مردم افغانستان تأثیر گذاشته است. کار اجباری، هر کار یا خدماتی که مردم مجبور می شوند برخلاف میل خود انجام دهند. صبح 6:30 بجه میم دکار. دکار که آمدم تا 11:30 11:30 کار میکنم، 2 ساعت 1:30 ساعت. میرم مکتب. مکتب را امتحان خودم میتم، پس میم خانه مدرسه میرم. از مدرسه که آمدم فامیلی باز وضو نماز دیگر خفتن شام. باز پس شام میشه باز صبح کار. شوهرم عروسی کرد. اینا 20 سال شد از عروسیش، 18 سال شد از عروسیش. دیگه زیاد سرما قلتنگی میکرد، زیاد سرما ظلم میکرد. بازی خانم خدا گرفته رفت کابیسا، اولادای مخورد ریزه بود. باز من میرفتم از یه همسایه اگر توتنان میگرفتم، یا از یکی میگرفتم، یا از نانبایی میرفتم و در پی بیس رپی که پیشم میبودم او را من نداشتم. 9 سال بعد اینه 3 سال شد تنکیز کرد. خود یک تر خوش که آشپزی میکردم به اولادای میآوردم. اولادکایم بسیار وضعیتش خراب بود. بسیار دیگه روز سخت تیر کردیم. خدا هیچ کسی روز سرش نبیاره. دیگه با ظلم سرما زیاد ظلم میکرد. یک چند وقتی که اول دیگه خانه آورده بودش سرما ظلم میکرد. میزد میکن. کتم لغت میزد. اینه میالا کندای سرما نشان بودم که یک فرق سرما لوچ کنم برش سرما زیاد ظلم کرده. دیگه با کی بگو یالتا؟ تو از این 2 تا بچه هکم برآمد، من تکس کمر شدم. مرا دکترها پریز کردن. امی هر جایی که رفتم پایم کمرم شل شد. مرا گفتن دیگه کار من نیست. دیگه کار نکنی همشیره. اگر بگردی کار کنی، امی هر رگای اعصاب زیر فشار است و فلج میشی. دون حساب باز من ایلا کردم این بچه هکم میرفت فلاستیک فروشی. و بچه ها که دیگه میرفت در مارکت، اردوگه کش کراچی میگرفتن، سیبه شو میخیستن، بسیار مشکلات، بسیار سختی یا رسخه میخیستن، چه قگیریه میکردم، چه قوز زاری برای اولادای میکردم، بخیز بچیم بریم گوش نمیمانی، بخیز بچیم بریم، بچیم بخی مارکت برو، بخی مارکت برو. باز تایم پیشین شدم خوب بود، باز رفتم تایم پیشین 1 بجه میرفت. صبح که 3 بجه شب میخیستانم شد و مموری روزرش میکردم، زاری میکردم، میفتم بچیم بخی نماز دا بخوان، بخی جان مادر. وزر میکردم، گریه میکردم، روی شانمه چی میفتم، پدرتون خیلا کرد، شما غیرت کنید، شما اعمت کنید. میرفتن ساعت 1:30 بچه ها که ما که در مارکت وقتی که زنگ آمد تا تلفن. اموجا دوستای ما از دیگه از خیشاس با بچه تاوگار شده ما ایره در شفاخانه آوردیم. شفاخانه علی آباد. باز کراچی شه کدام کس همجا نگاه کرده بود. باز بچه ها که ما دویده رفتیم. رفتیم بچه هم حالت خراب زوف هفتیدگی چیق میزن. حالا دلم حالا میاد از یادگی خدا محکم میگرفت. چیق میزد حالا دلم حالا دلم. کراچی شه چپه کردن اون آمیال بچه هکم را پروسات پیدا کردن، مشکل پیدا کردن. میگن اگر عملیات نکنی هیچ امکان ندار. شاخص جهانی بردگی GSI 2023 تخمین میزند که در سالهای اخیر حدود 5,005,000 نفر هر روز در بردگی مدرن در افغانستان زندگی میکردند. این 13 نفر در هر 1,000 نفر است. کار اجباری، درگیری چند دهه، بی‌ثباتی سیاسی و رکود اقتصادی منجر به رواج گسترده اسارت بدهی و کار اجباری در افغانستان شده است. چند سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت که بیش از 90% کودکان بیش از 35 ساعت در هفته کار می کنند. گزارش سال 2023 نشان می دهد
که در سال گذشته به دلیل بحران اقتصادی بیش از یک سیوم کودکان افغان برای حمایت از خانواده خود عمدتاً در بخش‌های مانند کار خانگی، قالین بافی، معدن نمک و خشتمالی مجبور به کار شدند. طبق گزارش‌ها، تمام خانواده‌ها در کوره‌های خشت در سر تا سر شرق افغانستان به کار اجباری گرفته می‌شوند. کار اجباری کودکان و بزرگسالان در تولید و حمل تریاک شایع بوده است. این ممکن است با توجه به فرمان ممنوعیت کشت و غیره تغییر کند. فقدان حداقل دستمزد تنظیم شده نیز ارزش بررسی دارد. World Population Review حداقل دستمزد سالانه افغانستان را 858 دلار که حدود 60,000 افغانی می شود و حداقل دستمزد ساعتی را 28 افغانی ذکر می کند. بردهداری کودکان وقت کودکان برای منافع کسی دیگر بهره برداری می شوند. این می تواند شامل قاچاق کودکان، کودکان سرباز، ازدواج کودکان و بردهداری خانگی کودکان باشد. برای او دادن رفته بود، همسایه ما چون زمیناشون زیاد بود، یک شب نوبت از اونا تیر شده بود، وقتی او گفتن که نه زمینای ما زیاد است، اول بانک در زمینای ما ایلا شد، ایور ما خو گفت شما نوبت تان تیر شده، حال بان چرا زمینای ما، ما خو کمی زمین هم دارم، علا قلبان نوبت خودم از زمینای خود محابتیم، اونا چون زورمن بودن، ایور ما نموندن، سر این مسئله دعواشان شده بود با جنگ، ایور اونا یک شانه کتبیل زده بود، بازو زخمی شد، تا یک چند روز در شفاخانه مانده بود، بعد از او فوت کردن. ما هرچقدر چون نه پیسه داشتیم، اونا زورمند بودن، اونا هر شب می آمدن یا سر خانه ما حمله می کردن، چون نفرای زورمند، یا شوهر من فرار می کرد، ایور من فرار می داد، یا یک جای پود می شد، یا خانه یک قوم ما می رفت، خش ما می رفت. خو یک چند روز آخر بیخی که بتنگ شدیم، تقریبا این مسئله یک ماه طول کشید. باز آخر شوهر ما ریش سفیدای منطقه را جمع کرد که بیادر ما خو منکر نیستیم جنگ کردیم، اما اینا خو گناه از اونا بود، چون نه نوبت که شب آمد و زمین های ما بود، خو اما ما جنگ کردیم، اینا خونبه های خود می خواهند، بین شما فیصله کنین که آیا می حقیق گناه از ماست، گناه از یاست، شما یک فیصله کنین. اما قومی چون ریش سفیده اونا پیسه دار بودن، اونا سون ما رو نگفتن، اما حق ما که به حق دار برسه، چون اونا پیسه دار بودن، ریش سفیده گفتن، ما یک دختره که دو نیم ساله داشتم، ریش سفیده گفتن که نه، یا پیسه خونبه ها بتین یا بد بتین برش. یکی خونه هست، اینمی دختر تزه برد بگیرم، ما مجبور شدیم، اون دختره که ما دو نیم ساله است، ما اگه دختر خدا بر از اونا میدادم، دختر ما دو نیم ساله زیر دست از اونا کلان میشد، یا نان برش میدادن، هر روز لات کوب میکردن، بیخی تشویشی را برده بود. یا پیسه نداشتیم که می رفتیم در دولت دریزه می کردیم که می گفتیم که بیادر ما این مشکل داریم. خب ما منکر نیستیم که دعوا شده یا نفر مرده سعیز، اما خب گناه از ما نبود، رو خب ایورم زده، شوهر ما نزده. بعد از اینکه ایورم رفت ایران، اونا هم یک جریب زمینی که بودن، هم ریش سفیده، اونا را هم در نفر که کشته شده بود، اونا را هم برش دادن زمین، هم خانه ما را هم در نام از ما کردن که به خاطر خونبه های حقشان میشه میگیرن. باز هم برای شوهرم گفتن که نه، پوره نمیکنه، بسنده نمیکنه، شما دیگه پیسه بتین. باز مجبور از اونجا اینجا فرار کردیم تا آمدیم ریش سفیده، دوباره هم زنگ میزدن که نه، شما باید دختر خدا بتین. ما در کابل آمدیم، دخترم سرخکان کشید و هم فوت کرد. باز دوباره پس رفتیم، اما که دختر ما خود سرخکان کشید، ما دیگه اولاد ندارم که در باها بتون میگنی، یا شوهر تا میکشیم یا باید پیسه بدیم. ما نه پیسه داشتیم، فقط همون قزمین داشتیم که روز روزگار ما تیر می شده. ایورم فرار کرد ایران را، فقط مجبور شدیم دوباره پس آمدیم کابل. آل دمی کابل هم شوهرم یک کراچیوان میکن، روزی 50 پا پیدا میکنه، 100 پا پیدا میکنه، هیچ چیز خدای نیست، یا روز کار میشه نمیشه. ایران ماندیم در دربار خدا. تو باید قبول کنی، پدرت بسیار مشهور است، بچه بسیار مشهور است. شوهر خدا میگم که برو در دولت حداقل اعتراف کو یا عریضه کو، صحیح است، ما جنگ کردیم، اما گناه از ما نبود، گناه از اونا بود. شوهر مزی میترسم، میگه اونا زورمند است، چون اگه به دولت بروم جای ما پیدا میکنن،
یا چیز میکنن یا تو را میبرن، چون خو یک دخترکم بود فوت کرد، حالا هیچ چاره ندارم. اگه میگه مرا بندی کنه، باز تو چی کار میکنی؟ با تو کینون میتر چقا شوهر خدا حضور کردم، شوهرم از این میترسه که میگه که من دولت برم تو جای ما را پیدا میکنن، تو را میبرن یا یک کار میکنن یا با تو کینون میتن. و ما از شوهر خود اجازه گرفتم، گفتم من مجبور هستم، خیلی تو که نمیری به دولت نمیگی، ما قصه خود به مردم میگم که مردم چی میگن. ما همین مشکلات ها داریم، ما یک رای حل برش پیدا کنن، آیا میشه نمیشه. ما به خیران ماندیم، شوهرم گفت خیصه ایس اگه قسم باشه تو میتونی قصه کنی، چون اونا زورمند هستن. ما به دولت هم که اگه بریم اونا جای ما رو پیدا میکنه، ما از ترس از این نمیتونیم به دولت بریم. چند بارها به شوهرم گفتم، شوهرم گفت اگه ما برم دولت میخواه آدرس بیادر تا میگه، آدرس بیادر تا بگو. خو ایران رفتم، من از اون نه خبر دارم، آیا مرده زنده، نه پیغامش آمده یا تلفن، هیچ چیز نکده، هیچ خبر ندارم کد کی رفته کد کی نرفته. 5-6 ماه میشه از اون هیچ خبری نیست، درکی نیست. حال چی کار کنیم؟ بیخی ایران به دربار خدا ماندیم. ما از اونجا فرار کردیم، آمدیم در خیرخانه. 5-6 ماه اونجا بودیم، در یک اولیگا یک اتاق داشت، اونجا شوهرم کار میکرد، کراچیوانی میکرد، در اونجا هم پیدا میکردن. هیچ روز ما ندارن یا بیان چی بتین، خونبها بتین یا بد بتین برم. شوهرم گفت من خود دخترم مرد فوت کرد، حال چی را برتان بتم؟ زمین ما بود گرفتین، خانه بود گرفتین. از اونجا هم فرار کردیم، رفتیم کمپانی، از کمپانی یک دو سه ماه اونجا هم تیر کردیم، اونجا هم پیدا میکردن. هیچ روز ما نمیتن که هر وقت زنگ میزنن از یک نمبر، نه یک نمبر شماره تلفن شوهر ما پیدا میکنه، برش زنگ میزنن که بین خونبه ها را بتین یا بد بتین بر چیزشان. از اونجا هم فرار کردیم، ما آمدیم در کمپانی ایران خدا ماندیم کال چی کار کنیم، یا مجبور از این کشور فرار کنیم، چون ما پیسه نداریم، اونا زورمند هستن، هیچ کار کردن نمیتونیم. فقط پشتی را گرفتن که یا بد بر ما بتین یا خونبه ها بتین. ما خواهم که زمین داشتیم یا چیز داشتیم یا کم بود یا چی بود، اونا را هم گرفتن. هیچ چیز خدایی نداریم، چون شوهرم روزانه که کار میکنه 100 روپا 50 روپا و 100 روپا 50 روپا را ما بخوریم یا پیسه خونبه های از او جور میشه. هیچ چیز جور نمیشه از او پیسه. ایران خدا ماندیم، هیچ جای هیچ کس نداریم که پشت دروازش بریم، چی کار کنیم؟ مجبور هستیم که از این کشور فرار کنیم. استثمار جنسی تجاری اجباری از بزرگسالان. اطلاعات در مورد استثمار جنسی تجاری اجباری در افغانستان محدود است، اما شواهد حکایتی نشان می‌دهد که زنانی که ازدواج اجباری را تجربه کرده‌اند، هم در داخل افغانستان و هم در کشورهای همسایه، توسط شوهرانشان مورد قاچاق جنسی قرار گرفته‌اند. استثمار جنسی تجاری از کودکان CSEC. برخلاف روند جهانی، پسران در افغانستان با خطرات استثمار جنسی تجاری بیشتر از دختران روبرو هستند. استثمار جنسی تجاری از پسران در بچه بازی IEA ظاهراً با این عمل مخالف است و زمان به دست آوردن کنترل، استفاده از پسران رقصنده در عروسی ها و جشن های دیگر ظاهراً متوقف شده است، اما استفاده جنسی همچنان ادامه دارد. واکفری به نقل از منبع تحقیقی میدانی. ازدواج اجباری. در حالی که اطلاعات رسمی در دسترس عموم در شیوع ازدواج اجباری در افغانستان محدود است، شواهد حکایتی نشان می‌دهد که این عمل گسترده است. یک تحلیل زمینه‌ای در سال 2018 از ازدواج کودکان در افغانستان نشان داد که تفاوت کمی بین تعداد ازدواج کودکان در مناطق روستایی، نیمه روستایی و شهری وجود دارد. با این حال، میزان ازدواج کودکان در ولایات مختلف فرق می‌کند. 66% از خانواده‌های پکتیا در مقایسه با 21% در غور. بردهداری بدهی یا قرض. گسترده ترین نوع بردهداری در جهان. افرادی که در فقر گیر افتاده اند، پول قرض می گیرند و مجبور به کار کردن برای پرداخت بدهی می شوند. کنترل خود را بر شرایط اشتغال و بدهی از دست می دهند. ما دیگه اون وقتای دورای سابق بود بیادر، دیگه سن ما یک 20-25 قدر رو بودیم. پدرم زمیندار بود، جای داشت، دهقانکار بود. خدای یک نفر آمد در خانه ما، چند ماه این یک سال تیر کرد، دیقان بودم، جا کار خدمت خانه ما رو میکرد، مال ما رو نگاه میکرد. اما قسمت سر خورد، پدرم خیست ما رو به او داد، دیگه زمیندار بودن. یا هم دیگه یک وقت بیادر کاکا و بچه کاکاش پیدا شد، یاد ما بین خود جنجال کردن، جنجالی ها زیاد دوامدار شد. چند وقت او دوران بندی مان، 3-4 سال.
که دیگه یک سه دو نفر از یک کشته شد، سه نفر از او زده شد، پنج نفر شهید که مردن. گفت جهالت کشته شد و شهید نمیشه که تا یک نفر سر خانه خود نماره و شهید نمیشه. جهالت بود، در جنگ بود، فعل شیطان رفتن پنج نفر فوت کرد. دیگه ما از اونجا سر برداشتیم آمدیم در کابل. 13 سال است در کابل هستیم. 13 سالم خوب بود که پدر اولادا زنده بود. خوب بود که روز ما کار میکرد. میرفت خود خار میکرد، اولادای خود خار نمیکرد. اولادای خود سیر نگاه میکرد. یا خوب یا خراب میورد خانه. این از وقت که او رفت خدا ببخشه این ما دیگه اولاداش هم خوار و ضعیر است. خدا ما میتیاد چه دست مردم هستیم. خدا من او دنیایش خوب کنه. کدش بسیار کدما رویه خوب میکرد. آدم خدا ترس بود، نماز خان بود. دختره که دیگه من تیز آب خورد. مینت مردم، گپای مردم در روش آمد. مردم که تو بی پدر هستین، اینطور هستین، مادر دین رقم میره پشت خانه های مردم کار میکنه. گپ مردم در سرش بد خورد، آمد در خانه تیزاب خورد تا که آمدم. سر عد جاین در شفاخانه رسید، رفتم شفاخانه او رو بردم، آنها بستر کردم. دیگه در دردش دوا پیدا نکردم، عملیات شد. قرض کردم، قرض مردم هم داده نتانستم. شوارم هم کده قرض مردم دفنشه کردم، گور و کفنی از او رو کده قرض مردم، کده پیسی مردم. قرضار آمد قایم گرفت بوتی یا پیسی ما بوتی. از جا فرار کردم، رفتم این ددگه جای از اوجا پنج ما شش ما ردم و پیدا نکردن. آخر دشار دیدن گفتن بوتین پیسی ما، یا پیسه بوتی یا دختر تا الهیش بوتی. گفتم اله ما مجبور هستم، ما از او آدم قرضدار هستم، میفا میگه پیانه. گفتم بیا اونو دختر یک ساله رو ببر. قبول نکرد، گفت دختر ده ساله تا بته. من مجبور هستم الهیش بوتی. الهیش بوتی که بیزده بتانه الهیش بوتی. مجبور شدم، گفتم خیره میتم دختر کما. این امارت آمد از ندادم اون قرض است. اون دختره که من چی رقم دلم شبه که بخیدم به قرض بتم. هر روز پشت خانم ترقص میزنه میگه قرض. اگر بخیدم خدا خودکشی کنم ارام میمرم. اون دختره که خدا خودکشی کرد 17 ساله بود رفت پشت راش. اگر خدا من خودکشی کنم 4 تا اشتک ددشت میمانه، کس نداره که یار سرپرستی کنه. از زندگی خود بسیار سیر هستم، از زندگی خود بیخی در جان سیر آمدیم. بردهداری قاچاق، مردان، زنان و کودکان افغان برای کمک به آنها در یافتن شغل در خارج از کشور عمدتاً در کشورهای همسایه به واسطه ها پرداخت می کنند. برخی از واسطه ها و کارفرمایان افغان ها را مجبور به قاچاق کاری یا جنسی می کنند. بسیاری از افغان ها به کشورهای همسایه پناه برده اند. برخی از زنان و دختران افغانی که در افغانستان و کشورهای همسایه فروخته می شوند توسط شوهران جدیدشان در قاچاق جنسی و بردگی خانگی مورد استثمار قرار می گیرند. برخی از پدران و مادرهای افغانستانی با اجبار پسران را برای کار به کشورهای همسایه می فرستند تا در یک ازدواج تعیین شده هزینه جهیزیه خود را بپردازند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در کشورهای همسایه و کشورهای منطقه در معرض کار اجباری و اسارت بدهی در کشاورزی و ساخت و ساز هستند. از 15 اگست بسیاری از پناهجویان افغانستان می ترسند که به افغانستان بازگردانده شوند، که این باعث می شود کمتر استثمار را به مقامات خارجی گزارش دهند، به ویژه در کشورهای همسایه و آسیای مرکزی. قاچاقبران در یکی از کشورهای همسایه از جمله گروه‌های جنایتکار کودکان افغان را در کار اجباری با عنوان گدا و دستفروش خیابانی و در جنایت‌های اجباری از جمله قاچاق مواد مخدر و قاچاق سوخت و تنباکو استثمار می‌کنند. پلیس یکی از کشورهای همسایه گاه کودکان افغان قربانی قاچاق را قبل از اخراج بازداشت، شکنجه و اخاذی می‌کند. مقامات این کشورها گاه پناهجویان افغان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و آنها را به دیگر کشورها باز می‌گردانند، جایی که ممکن است با اخراج به افغانستان مواجه شوند و برخی از خانواده ها در این روند از هم جدا می شوند. یکی از کشورهای همسایه همچنان با تهدید به دستگیری و اخراج مهاجران افغان
از جمله کودکان 12 ساله را به جنگ اعزام می‌دارند. برخی از قاچاقبران افغان پسران افغان را در آلمان، مجارستان، مقدونیه شمالی و سربستان در معرض بچه‌بازی قرار داده‌اند. افغان‌هایی که پس از تسلط IEA در اوکراین مستقر شده‌اند، هنگام فرار از درگیری ناشی از تهاجم روسیه با آسیب پذیری‌های بیشتر مواجه هستند. قاچاق انسان، استفاده از خشونت، تهدیدات یا اجبار برای حمل و نقل، استخدام یا پناه دادن افراد با منظور بهره برداری از آنها برای اهداف مانند دستیابی به مقصد همچون فحشا، کار، جرم و جنایت، ازدواج یا برداشت اعضا است. ما دیگه رد مرزی ایران هستیم، از شهر از تهران ما را گرفتن، فعلا دیگه افغانستان هستیم. از داخل شهر گرفتن ما، به پشت خرید رفته بودیم، از اونجا گرفتن ما بردن پاسگاه، از پاسگاه 8 روز پاسگاه بودیم، بعد از آوردن ما را اسلام قلعه، از اسلام قلعه بودیم به ایراد، از ایراد آمدیم تا کابل. اکثریت مردم هست از ایران رد و مرز میشه، فامیلی رفتن، بسیاری مردم ها فامیلی رفته اونجا، مردینش در کار بوده، از سر کار گرفته، نصف فامیلش اونجا مانده و مردینش پس آمده در مرز اسلام قلعه، در خوابگاه خواب کرده، از یکی پیسه نداشته. مشکلات مردم زیاد هست، بی پیسه تا اینجا را آمده، از اینجا پس قرض کرده، وام کرده تا به فامیل خود دوباره میرسه، بسیار مشکلات راه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ما رفتم از اینجا آمدیم به خاص از خاطر کار، به غریبی رفتیم. آمدم دمی کمپانی، از کمپانی نیمروز رفتم. باز نموجا کدوم قاچاقبرا گپ زدم در یک مرز پاکستان و ایران، در یک کوی مشکل دور ما را برد. ما 6 روز 7 روز در آمدم. بالاخره در 7 روز که در 8 روز در سر مرز رسیدم. در سر مرز رسیدم ما کمین خوردیم. تقریبا نفر ما تعداد نفر در سر مرز که در 4000 5000 رسیده بود. مگر ما می سیدان پلیس ایرانی همی 4000 نفر مکمل گرفت، بار زد پس افغانستان رای کرد. باز ما آمدم در نیمروز، پیسه کرایه را در اپنه نداشتم. خب بالاخره در دفتر بین الملل موجا ثبت نام کارت مار دادم و را خیستیم آمدیم. تا امروز در سر مروزی کار شد و تا امروز ایمده ایجا بودم مرد صدر پر نشدیم. ما می صدر پر کار کنم در میک افغانستان، ما برم طرف خانه خود نفقه به اولاد خود پیدا کنم. این اول پس برم آمدیم به ایلی خدا دیگه بریم اگه چی میشه چی نمیشه دیگه، یا مرگ است یا زندگی خود جور کنم. در ایجی کار بار نیست دیگه، امروز است، هوا گرم است، کار نیست، پگه برف باران شد و لایگل شد و کار از کجا شد بکنم دیگه. ما مجبور هستم، خونم در قف دستم هستم، میال حرکت کردیم دیگه، توکل به خدا دیگه هر جو رفتم دیگه. ایجی پرده کردن بسیار مشکل است. 12 13 نفر نانخور دارم، باز خودم تک تنها هستم. 13 نفر هم نانخوری از اون چه رقم پیدا کنم؟ ما مجبور هستم برم مسافری کنم، نفقه خانواده خود از اولاد خود جمع کنم بگیرم بیایم. شاخص جهانی بردگی، افغانستان آسیب پذیرترین کشور در برابر بردگی مدرن در آسیا و اقیانوسیه است و دومین کشور از لحاظ پخش بردگی مدرن در منطقه است. نرخ بالای فقر، ناامنی غذایی، آوارگی در 3 سال گذشته افزایش یافته است. ازدواج اجباری و زود هنگام، وقت کسی برخلاف میلش ازدواج کرده و نمیتواند آنجا را ترک کند، اکثر ازدواج های کودکان را میتوان بردگی در نظر گرفت. چیزی که بر ما مهم است از پیش از جوان ها پول گرفتن است. ما چه رقم پول ازشان بکنیم و ما خود ما را پولدار بسازیم و ما شرکای ما را. شریکای ما کسایی هستند که مثلا در خاک ایران از ولایت به ولایت استیپ به استیپ نفرامتو هستند و ما از اینجا که جوان ها را حرکت میتیم، مثلا از کابل که حرکتشون میدیم تا نیمروز، از نیمروز وقتی که در خاک ایران داخل میشن اونجا برای از اونا نام مانده میشه. مثلا یک گروه ده نفری ما نامش میمونیم علی، یک گروه ده نفری ما میمونیم نامشون حسین، گروه ده نفری ما نامشون میمونیم مشتبه، یک نام گروه ده نفری نامشون میمونیم حمید. بین این نام های مختلف یا حرکت میتیم یا از سر مسک به یک ولایت میرسن، اونجا همکار ما کمون قاچاق بده دیگه کت ما هست که میگیره اینا را میبره به دیگه ولایت. نامش مثلا حسن است، گروه ده نفری کجا میرسه میگه نفرای حسن کی است؟ بودی گروه ده نفری دست خود بالا میکنه، اونا تسلیم میشن میبرنشون. یعنی تا و خود تهران اگه ما از افغانستان یک نفر میخواییم که ببریم برسانیم و در بدل
پولی که از پیش از اون میگیریم تقریبا 6 دست یا 7 دست یا تسلیمی دارن. 6-7 نفری کارا میکنیم، به یک نفر نمیشه که یک نفری کارا ما انجام بده. موارد وجود داشت که عملا دیفکتو MPVPV گزارش داد که به مردم کمک کرده است تا استانداردهای تجویز شده توسط برخ احکام را برآورده کند، مانند احکامی که برای محافظت از زنان و کودکان در نظر گرفته شده است. در ولایت ننگرهار دیفکتو MPVPV در مورد مداخله کرد که پدر دخترش را در ازای قرض به فروش می رساند. سخنگوی دیفکتو MPVPV گفته است که دیفکتو MPVPV عملا قرض پدر دختر را پرداخت کرد و از این معامله جلوگیری کرد. در فوریه 2023 در ولایت کندز دیفکتو MPVPV عملا از ازدواج اجباری یک دختر 12 ساله با یک مرد 50 ساله جلوگیری کرد. سخنگوی دیفکتو MPVPV علنا با اعلام اینکه عاملان این پرونده دستگیر شدند و در صورت تکرار مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با تلاش‌های مکرر نتوانستیم در زمینه نظر مسئولین حکومت را بگیریم.